سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. دوستان، قبل از اینکه کتاب امروز رو براتون بخونم، ازتون می خوام که در صورت امکان کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک ها و کامنت هاتون ما رو حمایت بفرمایید. با سپاس. خلاصه کتاب چگونه دیگران را شیفته خود کنید، اثری از نیکولاس بوتمن، از کانال آموزشی انگیزشی لیلوما جویا. چگونه به سرعت روی هر کسی تأثیر بذارید؟ پیدا کردن دوست کار آسونی نیست، به خصوص با بحث‌های بی ربط، سکوت‌های عذاب‌آور و عدم ارتباط چشمی. اکثر ما به گروه‌های کوچیک دوستانمون اکتفا می‌کنیم و غیر از مواقع ضروری از آشنا شدن با افراد جدید پرهیز می‌کنیم، چرا که از روبرو شدن با این افراد و برقراری ارتباط با اونها می‌ترسیم. با این حال یافتن دوست‌های جدید می‌تونه بسیار مفید باشه. این کار علاوه بر اینکه دایره روابط اجتماعی شما رو وسیع‌تر می‌کنه، به توسعه مهارت‌های درونی شما نیز کمک می‌کنه. این خلاصه کتاب با آموزش مهارت‌های مورد نیاز به شما کمک می‌کنه تنها در 90 ثانیه دیگران رو تحت تأثیر قرار بدید و در نگاه اونها فردی محبوب و دوست داشتنی به نظر برسید. توی این خلاصه کتاب به این پرسش ها پاسخ داده میشه: از حرکات چشم دیگران چه چیزهایی رو میشه فهمید؟ چرا همه ما از یک فرد اجتماعی خوشمون میاد؟ چرا پیدا کردن دوستهای جدید میتونه باعث طول عمر بیشتر بشه؟ فصل اول: حفظ سلامتی با برقراری روابط اجتماعی. احتمالاً می‌دونید که انسان‌ها موجوداتی اجتماعی‌اند و از زندگی اجتماعی و وقت گذروندن با دیگران بهره می‌برند. اما آگاه باشید که محدود کردن خود به یک حباب اجتماعی و برقرار کردن تعامل با عده‌ای معدود در طول زندگی برای شما کافی نیست. برای دست یافتن به فواید بسیاری در زندگی اجتماعی باید به طور مداوم با افراد جدید ملاقات کنید. در حقیقت فواید چنین زندگی اجتماعی پرتحرکی عمیق و ریشه‌ایه. افرادی که به دنبال آشنا شدن با دیگران هستند و برای این کار وقت میذارن، خودشون رو بیشتر میشناسن و حتی عمر طولانی تری خواهند. شما با اضافه کردن افراد جدید به قلمرو اجتماعی خودتون، مهارت‌های اجتماعی خودتون رو تقویت می‌کنید و یاد می‌گیرید که چگونه محبوب‌تر باشید. با اینکه محبوبیت شما ارتباط زیادی با ویژگی‌های ظاهری مثل پوششتون داره، اما اون چه که واقعاً اهمیت داره اینه که افراد از معاشرت با شما چه احساسی پیدا می‌کنند. افراد محبوب گشاده رو، صادق و قابل اطمینان هستند. اونها رفتاری دوستانه و اعتماد به نفس بالایی دارند. پس اجتماعی بودن برای پرورش مهارت‌های شما خوبه. از طرف دیگه دانشمندان کشف کردند که احتمال ابتلا به بیماری و حتی مرگ زودرس برای افرادی که زندگی اجتماعی پویایی ندارند بالاتره. دکتر لیسا برکمن از دانشکده علوم بهداشتی دانشگاه هاروارد در سال 1979 تحقیقاتی در شهر آلامدا در ایالت کالیفرنیا انجام داد. او طی این تحقیقات 700 نفر از مردان و زنان 35 الی 65 ساله را مورد بررسی قرار داد. او پس از بررسی و تحقیق روی این افراد در طول 9 سال به این نتیجه رسید که احتمال مرگ بر اثر بیماری در افرادی که ارتباطات اجتماعی کمتری داشتند 3 برابر بیشتر بوده. اما پیدا کردن دوستهای جدید سخته و اکثر ما زمان کافی رو برای وقت گذروندن با غریبه‌ها به منظور یافتن دوستان جدید نداریم.
علاوه بر این اگه در همون لحظات ابتدایی در نظر کسی جذاب نباشیم، معمولا این ارتباط ادامه پیدا نخواهد کرد. پس اگه میخواید دیگران شما رو دوست داشته باشند، باید از همون لحظه اول کار خودتون رو آغاز کنید. در فصل بعد در این زمینه راهکارهایی ارائه میکنیم. فصل دوم، عناصر کلیدی سلام و احوال پرسی. همونطور که گفته شد، اولین لحظاتی که با یه شخص جدید میگذرونید برای شکل گرفتن یک رابطه به شدت حیاتی هست. اما آیا میدونستید که فرایند دوست شدن حتی قبل از اینکه حرفی بزنید شروع میشه؟ اولین چیزهایی که یک فرد در مورد شما متوجه میشه بدن، چشمها و حالت چهره شماست و این سه عنصر باید گشاده رویی شما رو به نمایش بذاره. برای این کار علاوه بر اینکه خودتون رو علاقمند نشون میدید و کاری میکنید که طرف مقابل احساس کنه به او اهمیت میدید، بدن خودتون رو نیز کاملا مقابل او قرار میدید. این کار صمیمیت، تعهد کامل به مکالمه و تمایل شما به ارتباط برقرار کردن رو نشون میده. سپس برای اینکه اعتمادش رو جلب کنید، مستقیم به چشمهاش نگاه کنید و به محض اینکه بین شما ارتباط چشمی برقرار شد، اولین کسی باشید که لبخند میزنه. شما با لبخند خودتون به طرف مقابل نشون میدید که خوش برخورد، صمیمی و بی‌ریا هستید. پس از اینکه این برخورد گرم و خوشایند رو از خودتون نشون دادید و حس خوبی به طرف مقابل نشون دادید، سر گفتگو رو با طرف مقابل خودتون باز کنید. این کار رو با یک احوال پرسی معمول مثل یک سلام با لحنی خوشایند انجام بدید. سپس خودتون رو معرفی کنید. میتونید اسم کوچیک خودتون رو به او بگید تا او نیز ترغیب بشه خودش رو معرفی کنه. به محض این که طرف مقابل شما این کار رو انجام داد، اسمش رو با گفتن جمله‌ای مثل جک از آشنایید خوشحالم تکرار کنید تا با این کار اسم در ذهنتون باقی بمونه. در نهایت کمی به سمت او متمایل بشید تا علاقه و گشاده روی خودتون رو نشون بدید. البته مراقب باشید که این کار شبیه به یک ژست نمایشی نباشه و حرکتی نامحسوس و غیر قابل مشاهده باشه. همینطور میتونید با او محکم و صمیمانه دست بدید یا اینکه هنگامی که اندکی به سمت او خم شدید، دستان خودتون رو در دو طرف بدن خودتون قرار بدید. فصل سوم، تأثیر تفاهم و رفتار بر کیفیت روابط. برای اینکه یک گفتگوی مؤثر داشته باشید، علایق مشترکتون رو پیدا کنید و ببینید بر سر چه چیزهایی با هم تفاهم دارید. به این ترتیب به طور طبیعی ارتباط دوستانه‌ای بینتون شکل میگیره. اما این امر همیشه ممکن نیست. زمانی که هیچ موضوع مشترکی برای صحبت کردن پیدا نمی کنید، سعی کنید خودتون شرایط رو برای برقراری ارتباط دوستانه به وجود بیارید. برای یک لحظه رفتار، حالات صورت، لحن و همچنین آهنگ صدای خودتون رو تغییر بدید تا بیشتر شبیه به شخص مقابل به نظر برسید. این روش برای ایجاد ارتباط دوستانه و طبیعی مؤثر واقع میشه، چون به طور کلی برقراری ارتباط با فردی که شبیه به ما حرف میزنه و عمل میکنه راحت تره. اما به یاد داشته باشید که برقراری چنین ارتباطی بدون رفتار مناسب غیر ممکنه. هر کس ممکنه دو نوع رفتار از خودش نشون بده: رفتار مفید و رفتار مضر. رفتار مفید یعنی زبان بدن و برخورد درستی داشته باشید. برای اینکه بتونید رفتار مفیدی از خودتون نشون بدید، ببینید میخواید از برقراری ارتباط و گفتگو چه چیزی رو به دست بیارید. تنها زمانی میتونید زبان بدن مناسبی داشته باشید که دقیقاً بدونید چی میخواید و چه هدفی در سر دارید. بنابراین پیش از اون که مکالمه ای رو آغاز کنید،
هدف نهایی خودتون و روی کردی که شما رو در راه رسیدن به اون یاری میکنه مشخص کنید. برای مثال تصور کنید صبح بدی رو پشت سر گذاشته اید، اما باید به سر کار برید و با یه مشتری مهم قرارداد ببندید. به همین خاطر نباید اجازه بدید که حال بدتون بر عملکرد شما تأثیر بذاره. کاملا بر جلسه پیش رو و نتیجه‌ای که می‌خواید از اون بگیرید تمرکز کنید. انجام دادن چنین کاری شما رو وادار می‌کنه رفتار خودتون رو تغییر بدید، لبخند بزنید و همچنین زبان بدن مناسبی داشته باشید. یعنی کارهایی که باعث میشن تأثیر مثبتی روی طرف مقابل خودتون بذارید. در مقابل هنگامی که برای چیزی که از یه گفتگو یا موقعیت نمیخواید و براتون مطلوب نیست تمرکز کنید، رفتاری مضر از خودتون نشون میدید. برای مثال در بحثی با رئیس خودتون ممکنه روی اینکه نمیخواید سر شما فریاد بزنه متمرکز بشید. در نتیجه زبان بدن شما منفعل و ضعیف میشه و تأثیری منفی بر رئیستون میذاره. فصل چهارم، تناسب زبان بدن با سخنان. همونطور که گفته شد زمانی که رفتاری مفید در پیش میگیرید که از زبان بدن به درستی استفاده کنید. حالا بیاید نگاهی دقیق تر به زبان بدن بندازیم. زبان بدن شما شامل حرکات دست و سر، حالات صورت و همچنین نحوه استقرار بدنه که به دو دسته باز و بسته تقسیم میشه. زبان بدن باز قلب و بدن شما رو به نمایش میذاره. این کار به دیگران نشون میده که شما علاقمند و مشتاق هستید که با اونها ارتباط برقرار کنید. در نتیجه زمانی که دو نفر هنگام شروع مکالمه روبروی هم قرار میگیرن و قلب خودشون رو به سمت همدیگه جهت میدن، ارتباطی قوی میان اونها شکل میگیره و اعتمادشون به هم زیاد میشه. در نقطه مقابل زبان بدن شامل حرکاتی میشه که بازتاب دهنده مقاومت، ناامیدی، بی‌حوصلگی و عصبی بودنه و از نمایان شدن قلب جلوگیری میکنه. دست به سینه بودن یکی از رایج‌ترین مثال‌هایی که میشه در مورد زبان بدن بسته و دفاعی به کار برد. دستانی که جلوی سینه رو پوشوندند باعث میشه قلب فرد رویت نشه و احساساتش پنهان بمونه و به تبع اون طرف مقابل نیز اشتیاقی برای ادامه بحث در خودش نمیبینه. زاویه دار بودن و روبروی طرف مقابل قرار نگرفتن نیز میتونه احساس مشابهی ایجاد کنه. زبان بدن تنها راجع به بدنتون نیست و صورت و حالات اون رو نیز شامل میشه. حالات صورت رو هم میشه به دو دسته باز و بسته طبقه بندی کرد. یک صورت باز لبخند میزنه، ارتباط چشمی برقرار میکنه و حالتی پویا به همراه ابروهایی بالا رفته داره. در مقابل یک صورت بسته عبوس به نظر میرسه و از برقراری ارتباط چشمی گریزونه. پس اگه میخواید سایرین به شما اعتماد کنن، باید مطمئن بشید بدنتون نیز همون حرفهایی رو میزنه که از دهانتون خارج میشه. در سال 1967 آلبرت مهرابیان، یکی از پروفسورهای روانشناسی دانشگاه UCLA، اظهار داشت اعتبار هر فرد به میزان انطباق سه جنبه ارتباطی بستگی داره: لحن، کلام و زبان بدن. به عبارت دیگه چیزی که میگید، نحوه بیان اون و سیگنال هایی که بدن شما به هنگام گفتنش ارسال میکنه باید با همدیگه همسوح باشن. در غیر این صورت طرف مقابل تعارض نهفته در بدنتون رو حس میکنه. در نتیجه هر دوی شما احساس ناخوشایندی پیدا میکنید. تصور کنید یکی از دوستان شما دست به سینه ایستاده، در حال نگاه کردن به سمت دیگه یه و پاش رو با ناآرامی روی زمین میزنه و در این حال میگه حالش خوب نیست.
مشخصه که او اصلاً خوب به نظر نمیرسه و زبان بدنش با کلامش مغایرت داره. فصل پنجم، تطبیق خود با رفتار دیگران. مردم برای استخدام یا برقراری ارتباط عاطفی به دنبال افرادی هستند که شبیه به خودشون باشند یا به اونها احساس امنیت و راحتی القا کنند. چنین ادعایی منطقی به نظر میرسه، چون ما معمولاً در کنار افرادی که رفتارهای مشابهی با رفتار ما دارند احساس راحتی میکنیم. در واقع از لحظه تولد تا کنون شما در حال تطبیق دادن خودتون با دیگران بوده اید، حتی اگه متوجه این موضوع نشده باشید. ریتم بدن یک نوزاد با مادرش تطبیق پیدا میکنه و بعد این گرایش در طول زندگی اون نیز ادامه داره. برای مثال سلیقه پوشش لباس در یک فرد بزرگسال معمولا تحت تأثیر شریک زندگیش قرار میگیره. اما چرا چنین چیزی اتفاق میفته؟ آیا این گفته بدین معناست که همه ما در حال تقلید و تظاهر هستیم؟ در واقع این یک شیوه کاملا طبیعی و نهفته در ذات انسان برای تطبیق یافتن با دیگرانه و واکنشی عادی نسبت به رویدادهای خارجی تلقی میشه. برای مثال زمانی که کسی به شما لبخند میزنه، شما بیدرنگ اشتیاق پیدا میکنید تا لبخندش رو با لبخند خودتون پاسخ بدید. به طور مشابه وقتی کسی خمیازه میکشه، باعث میشه شما نیز خمیازه بکشید و اگه بوکسوری رو ببینید که مشت میخوره، شما نیز دردش رو احساس میکنید. پس این هماهنگسازی و تطبیق بخش اعظمی از زندگی ما رو تشکیل میده و در برقراری ارتباط دوستانه با دیگران بسیار مؤثره. اما تطبیق در این بحث دقیقاً به چه معناست؟ تطبیق یعنی با احتیاط به طور نامحسوس از رفتار، نحوه قرار گرفتن بدن، حالات صورت، نفس کشیدن و صدای طرف مقابل تقلید کنید. برای انجام این کار میتونید دقیقاً خودتون رو شبیه به فرد مقابل کنید یا تنها بازتابی از رفتار او رو نشون بدید. هماهنگی با صدای طرف مقابل نیز میتونه ابزار قدرتمندی باشه، به خصوص اگه او با صدای آروم صحبت میکنه و شما معمولاً با صدای بلند صحبت میکنید. طبیعتاً طرف مقابل شما به هنگام صحبت کردن با فردی که مثل خودش با آرامش صحبت میکنه آرامش بیشتری پیدا میکنه. فصل ششم، تأثیر پرسش های بجا و خوب گوش دادن بر مکالمه. تا اینجا در مورد اینکه چگونه با نشونه های بصری و تون صدا کاری کنید که یک فرد در حضور شما احساس راحتی کنه صحبت کردیم. اما واضحه که گفتگو نیز برای تحت تأثیر قرار دادن طرف مقابل مهم و حیاتیه. پس چگونه باید یک گفتگو رو به شیوهی صحیح آغاز کنید؟ سوال پرسیدن برای آغاز یک گفتگو بسیار مناسبه. سوالات به دو دسته تقسیم میشن، اونهایی که نطق دیگران رو باز میکنند و اونهایی که مردم رو به سکوت دعوت میکنند. گونه اول دیگران رو به صحبت کردن ترغیب میکنند. تصور کنید که در یک رستوران هستید و میخواهید گفتگویی ساده با یک غریبه داشته باشید. شاید چیزی شبیه به این جمله بگید: چه رستوران خوبی؟ فکر میکنید سرآشپز اهل کجاست؟ صرف نظر از سؤالی که میپرسید، مهم اینه که از کلماتی استفاده کنی که از طرف مقابل یک توضیح یا نظر بخواد. به سوالاتی فکر کنید که با کلماتی نظیر چه کسی، چه زمانی، چی، کجا، چگونه، چرا آغاز میشه. در نقطه مقابل سوالاتی قرار دارند که جواب بله یا خیر در پی دارند. برای مثال اگه از طرف مقابل بپرسید زیاد به این رستوران میاید، باید خوششانس باشید که به غیر از یک جمله مثبت یا منفی ساده اطلاعات بیشتری از طرف مقابل دریافت کنید. و
برای برقراری ارتباط مؤثر علاوه بر پرسیدن سوالات مناسب باید خوب گوش کنید و با طرف مقابل همدلی کنید. برای اینکه به طرف مقابل خودتون نشون بدید که گفته‌هاش رو درک می‌کنید، باید بسیار بیشتر از شنیدن با گوش گفته‌هایش رو احساس کنید. باید به اندازه کافی با او ارتباط چشمی برقرار کنید، اما نه اینکه به او خیره بشید. با قرار دادن بدن خودتون روبروی او، با تمام وجود حرفهاش رو بشنوید، کمی به سمت او متمایل بشید و سر خودتون رو تکون بدید. اگه میخواید چیزی بگید، هیچگاه حرف او رو قطع نکنید. حتما احساسات خودتون رو نسبت به گفته‌هاش نشون بدید. برای مثال اگه گفت واقعا زندگی کردن در شیراز رو دوست دارم، اما احتمالاً به خاطر ترفیع همسرم باید به تهران نقل و مکان کنم، باید با احساس بگید واقعا؟ قطعا تصمیم سختی پیش رو دارید. امیدوارم بهترین تصمیم رو بگیرید. فصل هفتم، حواس مورد علاقه، شاخص‌های نحوه برقراری ارتباط. در سال 1970 ریچارد بندلر و جان گرینتر، خالقان دیدگاه برنامه‌ریزی عصبی کلامی یا NLP، فهمیدند که مراجعین اونها توانایی این رو داشتند که دنیا رو از سه حس مختلف نظاره کنند: بینایی، شنوایی و لامسه. قاعدتا همه مردم از تلفیق این سه حس با همدیگه استفاده می کنند، اما همیشه یکی از این حواس بر سایر اونها غالبه. حالا اگه بدونیم در شخص مقابل ما کدوم روش غالبه، می تونیم از اون کمال استفاده رو ببریم. افرادی که بیشتر از حس بیناییشون بهره می برند یا دیداری هستند، عمدتاً به ظاهر اهمیت زیادی میدند. اونها عموماً تفکر بصری دارند، شیک پوشند، تند صحبت میکنند. این افراد حتی در کلماتی که به کار میبرند از افعال و کلمات مرتبط با حس بینایی استفاده میکنند. مثلا میگن میبینم که امروز خیلی سرحالی. افرادی که بیشتر از حس شنواییشون استفاده می کنن یا شنیداری هستن، عاشق گفتگو هستن، صدایی روون، خوش آهنگ و رسا دارند و به کلمات و صداها علاقه مندن. به همین دلیل اونها به سمت شغلهایی مثل کار در صدا و سیما، تدریس و وکالت گرایش پیدا می کنند. اونها معمولا چنین جمله هایی رو به کار می برند: به گوشم آشناست، یا از لحن صداش خوشم نمیاد. و در نهایت افرادی که روی حس لامسه تمرکز بیشتری دارن یا لمسی هستند، چیزهای جامدی که میتونن لمس کنن رو دوست دارند. اونها صدای آرومی دارند، آهسته صحبت میکنند و لباسهایی رو دوست دارند که بافتی قابل لمس دارن. اونها معمولا چنین چیزی میگن: احساست نسبت به این مسئله چیه؟ با تطبیق دادن پاسخهای خودتون با حس غالب هر فرد، میتونید کاری کنید که بیشتر شما رو دوست داشته باشه. حرکات چشم هم میتونه به شما کمک کنه که حواس مورد علاقه هر فرد رو تشخیص بدید. برای مثال اگه از سه نفر مختلف که هر کدوم یکی از حواس بینایی، شنوایی و لامسه رو میپسندد بپرسید که در تعطیلات از چه چیزی بیشتر لذت بردی، فرد دیداری به بالا نگاه میکنه به نحوی که انگار به دنبال جستجوی پاسخه. فرد شنیداری به چپ یا راست نگاه میکنه، گویی میخواد گوشش رو ببینه، و فرد لمسی به پایین نگاه میکنه. به عبارت دیگه، اگه در مورد بهترین روش برای ارتباط برقرار کردن با فردی مطمئن نیستید، کافیه به چشمهاش نگاه کنید. با انجام این کار خواهید دونست که کدوم حس در اون فرد غالبه. سپس میتونید با روش خودش با او صحبت کنید. سخن پایانی،
برای اون که دل کسی رو به دست بیارید، باید از اولین لحظه دیدار کار خودتون رو آغاز کنید. احساسات فرد یک عنصری کلیدی برای جذب کردن اوست. به همین دلیل داشتن رفتار صمیمانه ضروریه و باید به طرف مقابل نشون بدید که علاقه مندید با او ارتباط برقرار کنید. پیشنهاد کاربردی: تون صدای خودتون رو با استفاده از این تمرین ساده کنترل کنید. فرض کنید متوجه شدید طرف مقابل شما با تون صدای آروم و شمرده ای صحبت میکنه، اما شما به بلند و تند صحبت کردن عادت دارید. برای پایین آوردن تون صدای خودتون تلاش کنید از شکم نفس بکشید. برای این کار به جای نفس کشیدن به درون سینه، سعی کنید روی نفس کشیدن به داخل شکم خودتون تمرکز کنید. طولی نخواهد کشید که نفس کشیدن شما آروم میشه و میتونید با آرامش با شخص مقابل ارتباط برقرار کنید. امیدوارم که از شنیدن این خلاصه کتاب نهایت لذت رو برده باشین. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. با سپاس، علیرضا میر هستم از کانال آموزشی انگیزشی لیلوما جویا. کتاب‌های صوتی از کانال لیلو ماجویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب، آگاهی و دانش را گسترش دهیم.